سلام به خدمت شما شاگردان عزیز مکتب هادی امروز فصل ششم از سنف کتاب هشتم شما با آخر رسید میخواییم که سوال های مربوط به این فصل را با هم یک جای کار کنیم نمبر ارتباطی برنامه 20964 780 255 40 است از این طریق میتانید در فضای مجازی با ما ارتباط بگیرید با حل سوال های فصل ششم با ما همراه باشید بخش اول سوال های فصل ششم کیمیا هستن فشتم در رابطه با سوال های صحیح و غلط است از شما خواسته شده است در مقابل جمله های درست حرف ساد و در مقابل جملات غلط حرف غن غل را نوشته کنید اولین سوال صحیح و غلط شما این قسمی است ده انصر 99 فیصد وزن نباتات را تشکیل می جمله مطابق با کتاب درسی هست دقیقا جمله کاملا صحیح هست که ده انصر است که نامای شباز با شما کار خواهیم کرد. ده انصر است که از جمله اناسور اصلی در از, از جمله عناصر اصلی می باشد که در طبیعت موجود است و 99 فیصدی کتله نباتات را تشکیل می دهد. پس جمله صحیح است و به داخل قوس شما حرف ساد را باید نوشته کنید. سوال دوم نباتات تمام کاربون مورد نیاز خود را توسط برگ های خود به دست می آورند. شما در متن درس یاد گرفتین شاگرد که نباتات عناصر مختلفی رو از اطراف جذب کند از جمله آنها عنصر کربن است عنصر کربن مقدار بیشتری از عنصر کاربون رو از طریق هوا جذب میکند به صورت مرکب CO2 که در عملیات فتوسنتز استفاده میشد مقدار بسیار کمی از عنصر کاربن میماند که از طریق ریشه ها جذب میکند پس بنابراین وقتی گفته شده نباتات تمام کاربن مورد نیاز خود را توسط برگ ها جذب می کند جمله غلط هست و به داخل قوس حرف قن را باید نوشته کنید سوال سوم ها به دو دسته مهمی عضوی و غیر عضوی منقسم می شود کودها بر اساس ساختارها و منبع تولیدی که داشتند به دو دسته منقسم می شدن عضوی و غیر عضوی که مثال هر کدام در متن درس با هم یک جای کار کردیم. پس جمله صحیح است به داخل قوس حرف ساد را باید نوشته کنید. سوال چهارم یوریا از جمله کودهای غیر عضوی است. اگر یادتان باشد یوریا دارای فرمول مالکولی CO NH2 دو مرتبه بود که در ساختار آن اتم های کاربون و هایدروژن موجودیت داشت. هر مرکبی که در ساختار آن کاربون و هایدروژن وجود داشت یک مرکب عضوی است و یوریا هم از جمله مرکباتی است عضوی که در کودهای عضوی به کار گرفته می شود. پس بنابراین جمله غلط هست به داخل قوس باید حرف قین را نوشته کنید. جمله سعی آن یوریا از جمله کودهای عضوی است. سوال پنجم مرکب سودیم هایپو با فرمول مولکولی NaClO او برای تقریم نمودن استفاده می شود. خب در متن درس ما شما یاد گرفتیم که سودیم هایپو از جمله مرکبات کلورین می باشد که برای تقریم نمودن یا زدوفونی نمودن نباتات و آب حوض ها استفاده می شود. پس جمله داخل قوس نمیشه می کنید حرفی ساد رو جمله صحیح است. سوال ششم فضوله حیوانی از جمله کودهای غیر عضوی است. شما با کودهای عضوی و غیر عضوی آشنا شدید کودهای عضوی با کودهای گفته می شد که به طور طبیعی در طبیعت ساخته می شد. از جمله آنها فضوله حیوانات بود. پس فضولای حیوانات از جمله کودهای عضوی نه غیر عضوی پس جمله غلط هست و به داخل قوس باید حرف غیر را نوشته کنید سوال هفتم عنصر نیتروژن چهل و شش اشاری کود یوریا را تشکیل می برای اینکه فیصدی عنصر نایتروژن را در کود یوریا محاسبه کنید باید بر روی تخت سیاه با هم محاسبه کنیم نوشته کنیم فرمول یوریا را باید بلد باشین و نوشته کنیم و از روی فرمول یوریا مقدار فیصدی از نایتروژن را پیدا کنیم که ببینیم جمله صحیح است یا که نه برای که فیصدی شاگرد ها فیصدی عنصر نایتروژن را در فرمول یوریا که فرمول مالکولی آن سی او این اچ دو دو مرتبه است را پیدا کنید باید نمبر کتله هر کدام را بلد باشین و یاد داشته باشید نمبر کتله یوریا قسمی به دست می آمد که تک تکی اناسوری که در فرمول یوریا است را نمبر کتله آن را از جدول دورانی پیدا کنید و نمبر کتله های تک تک عناصر را با هم جمع کنید و نمبر کتله فرمول یوریا به دست بیای و از این طریق بتونید فیصدی عنصر نیتروژن را محاسبه کنید خب در جدول دورانی اگر نگاه کنید و دقت کنید نمبر کتله کربن دوازده است جمعی اکسیژن 16 است جمعی و داخل قوس دقت کنید دو انصور نایتروژن است و انصور نایتروژن هم نمبر کتلای آن چارده است. چارده ضرب دو می شود بیست هشت. جمعی انصور, نای... انصور هایدروژن دو تا است دو ضرب دو می شود چهار تا چهار را ضرب می کنید در نمبر کتلای اتم هایدروژن که یک است. چهار ضرب یک می شود چهار خب. اعدادی که به دست آمده را کل لگشان رو با هم جمع کنید می شود شست نمبر کلی یوریا که سی او N اچ دو دو مرتبه است می شود شست گرام از روی نمبر کتله یوریا می که فیصدی انصار نایتروژن را محاسبه کنیم خب در 60 گرم یوریا چه مقدار انصور نایتروژن وجود دارد؟ انصور نایتروژن گفتیم نمبر کتله یا 14 است 14 ضرب 2 می شود 28 در 60 گرم یوریا 28 گرم انصور نایتروژن وجود دارد چون می خواهیم فیصدی انصور نایتروژن را محاسبه کنیم پس می گیم در 100 گرم چه مقدار عنصر نیتروژن موجود است خب در اینجا برای راحتی میتونیم به دست به دست بیاریم مقدار نیتروژن را مقدار نیتروژن میشود 100 ضرب 28 تقسیم میشه بر 60 مقداری مقدار نیتروژن مساوی می شود با 100 ضرب 28 تقسیم می شود بر 60 خب اعدادی که بعد از می 100 ضرب 28 تقسیم کنید بر 60 می شود 46 اشاری شش که میشه فیصدی انصوری نایتروژن پس به ترتیب اگر از شما خواسته شد که فیصدی انصور نایتروژن رو پیدا کنید این قسمی میتونید که فیصدی آن رو به دست بیارید با توجه به فرمول یوریا که باید بلد باشید کل کتله یوریا می شود 60 گرام از روی کتله کی... یوریا که 60 گرام است می برای برایت مقدار فیصدی نایتروژن را به این ترتیب به دست بیارید خب پس در سوال هفتم که گفته شده از انصور نایتروژن 46.3 فیصدی کود یوریا را تشکیل میدهد شما پیشتر با هم محاسبه کردیم و کار کردیم که مقدار فیصدی انصار نایتروژن در کود یوریا 46 اشاری 6 فیصد است. پس جمله غلط است و داخل قوس حرف غین را نوشته میکنیم. رسیدیم به سوال هایی که شما باید با کلمات مناسب پر کنید. از شما خواسته شده است که سوال های زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید. اولین سوال در نتیجه خارج نمودن یک مولکول آب از مرکب NH2COO NH4 مرکب جای خالی تشکیل می شود. خب فرمولی که در شما نوشته شده در سوال NH2COO NH4 فرمول امونیم کاربامی است اگر یادتان باشد. وقتی از امونیم کاربامید یک مولکول آب خارج می شود چیزی که باقی می ماند NH2 COONH2 است که فرمول مالیکولی چی است؟ یوریا است پس به داخل جای خالی خانه خالی نوشته می کنید که مرکب یوریا به دست می آید سوال نهم کود یوریا در ولایت جای خالی کشور عزیز ما به پیمانه زیاد تولید می شود خب در متن درس شما یاد گرفتین که کود یوریا در ولایت مزار شریف که یکی از شهرهای کشور عزیز ما افغانستان هست تولید می شود به مقدار 35 یا 36 هزار تون تولید می شود کود یوریا که بسیار مهم است. سوال دهم ده از جمله کودهای مهم غیر عضوی جای خالی و جای خالی است. شما با مثال های کود های اوزی و غیر اوزوی در متن درس شاگرد ها آشنا شدید. کود های غیر اوزوی از جمله کودهای های فاسفارستار، نایتروژن دار، دار و امونیای بدون آب بود. از بین این ها دو مرکب را باید داخل جای خالی نوشته کنید از جمله کود های غیر اوزوی. رسیدیم به سوال های چهار جوابه. از شما خواسته شده که به سوال های زیر چهار جواب داده شده است دور جواب صحیح دایره بکشید سوال 11 یازده جذب آب توسط ریشه نباتات کدام عناصر ضروری نباتات را تأمین می کند؟ الف کاربون و فسفر است ب نایتروژن و اکسیژن جیم اکسیژن و هیدروژن و دال کلورین و سودیم خب اگر در متن درس ما شما یاد گرفتیم در قسمتی که گفته شد که چگونه نباتات غذای خود را به دست می آورد یک تا از روش هایی که نباتات غذای خود را به دست می آورد جذب آب بود توسط ریشه نباتات وقتی که آب از طریق ریشه نباتات جذب می شد شما می دانید که آب دارای فرمول مولکولی H2O هست و در فرمول مولکولی آب عنصر هیدروژن و اکسیژن موجودیت دارد پس انصورهای هیدروژن و اکسیژن را میتونه از طریق آب از ریشه ها جذب کند. هیدروژن و اکسیژن در گزینه جیم موجودیت داره پس جواب صحیح می شود گزینه جیم. سوال دوازده هم فرمول کود کدام یک از فرمول های زیر باشد؟ الف سی او اینش دو دو مرتبه به سی او ان دو مرتبه جیم سی و دال ان فرمول او سی فرمول کودیوریا کو از جمله فرمول های بسیار مهم است که شما باید یاد داشته باشید در گزینه الف سی او ان دو دو مرتبه فرمول یوریا است پس جواب صحیح می شود گزینه الف سوال 13 هم مقدار زیاد عنصر کربن توسط کدام مراکب جذب می شود الف CO2 ب CuSO4 ج HCl د NH3 شما در متن درسی یاد گرفتید که مقدار عنصر کربن مقدار زیاد آن توسطی هوا و به صورت مركب CO2 جذب برگ های نباتات می شود که عمله فتوسنتز را انجام می دهد پس با داخل گزینه ها دقت می کنیم که مرکب سی CO2 را پیدا می کنیم که میشه گزینه الف جواب سعی ما که مقدار زیاد عنصر کربن و صورتی CO2 است که جذب برگ نباتات می شود سوال 14 کدام مرکب برای تعقیم آب حوض ها و کار می الف سودیم کلوراید ب سودیم هایپوکلوراید جیم امونیا و دال یوریا خب برای تقریم نمودن یا ضد عفونی کردن آب حوزها ها از مرکبات کلورین از جمله سودیم هایپوکلوراید استفاده می شد جواب صحیح پس می شود گزینه ب سودیم هایپوکلوراید با فرمول مولکولی NaClO سوالهای سوال های تشریحی رو با هم کار میکنیم از شما خواسته شده است که سوال های زن رو به طور کامل تشریح کنید اولین سوال تشریحی شما نباتات چگونه مواد غذایی خود را به دست می آورد؟ گفتیم نباتات از چند طریق می تاند که عناصر مختلف را جذب کند و غذای خود را بسازد از جمله عناصر عناصر کاربون است که به مقدار بسیار زیاد از طریق هوا به صورت CO2 جذب می که در برگ های آن عمل فتوسنتز انجام می شود. آب رو هم از طریق ریشه ها جذب می که در مالکول آب انصار های هایدروژن و اکسیژن موجودیت داشت که یعنی رو از طریق ریشه ها جذب می همچنان نمک های منرالی که شامل انصار های پوتاشیم، فسفر و نیتروژن می باشد را هم از طریق ریشه ها جذب میکرد و به این ترتیب می که غذای خود را بسازد. سوال 16 هم. چرا زمین های زراعتی را کود می دهند؟ کود کیمیاوی از جمله مواد غذایی است که برای رشد و نمو و نباتات استفاده می که باعث می که محصولات زراعتی ما از لحاظ کمی و کیفی بالا رود و محصولات بسیار خوبی را تولید کنیم که اگر کود کیمیاوی استفاده نشود باعث می شود که محصولات زراعتی ما از لحاظ کمی و کیفی سقوط کند. سوال افته 99 فیصد کتله نباتات را کدام اناسار تشکیل می دهد؟ 99 فیصد یا بیشتر از 99 فیصد کتله نباتات را 10 انصار تشکیل می دهد که این انصار را برای تختصی ها نوشته میکنیم که بسیار مهم است و باید بلد باشین. 99 فیصدی کتلا نباتات یا بیشتر از 99 فیصدی آن را عناصر تشکیل میدهد از جمله عناصر فسفر است نیتروژن پوتاسیم اناسور دیگر مانند اناسور هایدروژن اکسیژن انصور کاربون همچنان اناسور مهم دیگری مانند آهن انصور کلسیم مگنزیم و همچنان انصور سلفر رو جذب میکنه این ده انصور از جمله عناصر بسیار مهم است که بیش از 99 فیصدی کتله نباتات رو در بر می گیرد و باعث رشد و نمو نباتات می شود از جمله عناصر فسفر نایتروژن پتاسیم هیدروژن اکسیژن کربن آهن کلسیم مگنزیم و سلفر که ای این عناصر رو باید شما یاد داشته باشید سوال اجده استحصال یوریا رو توسط معادلات کیمیاوی توضیح دهید. استحصال یوریا از جمله استحصال های بسیار مهم است چون مرکب یوریا در رشد و نمو و نباتات بسیار تأثیر گذار است. پس بنابراین یکی ای چی قسمی یوریا تولید می شود رو باید بلد باشیم. از طریق دو معادله دو مرحله ای که بر روی سیاه با هم نوشته میکنیم، بدست می کنیم یوریا به دست می خب استحصال یوریا در دو مرحله انجام میشه که مرحله اولی آن تعامل دو مولکول NH3 است با گازی کربن دی که در اثر تعامل این دو مرکب باعث میشود که امونیم هم کاربامید تولید شود که فرمول مولکولی آن NH2COO NH چهار است. خب اما هم کاربامید در مرحله دوم یک تا مالکول آب از آن خارج می شود و یوریا به دست می آید. NH2COO NH4 یک تا مولکول آب از آن خارج می شود و یوریا با فرمول مولکولی NH2CO, NH2 CO NH2 برست می آید. پس به این ترتیب در دو مرحله یوریا به دست می آید. خب شاگردان عزیز حل سوال ها باخیر رسید امیدوارم که سوال ها رو به درستی حل کرده باشید شما رو به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان